درود و سلام، بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده از تلویزیون نور هستید. نگرانی روزها از تهدید داعش در افغانستان، بزرگنمایی یا واقعیت؟ رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه گفته است که داعش در افغانستان در پی تحریزی حمله به روسیه است. الکساندر بورتنیکوف گفته است که گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق شکست خورده و حال می‌خواهد مراکز و پایگاه های خود را در افغانستان مستحکم کند. او افزوده است که شمار زیادی از تروریستان داعشی از سوریه و عراق به افغانستان رفتند و در مراکزی که از قبل آماده شدند جابجا شدند. روزها پیش از این هم از حضور داعش در افغانستان نگرانی کردند و برای همین هم آنچه که تماس اطلاعاتیشان با طالبان میخوانند را توجیه میکنند. در محور این موضوع بحث داریم با آقایان محمد علی علیزاده عضو مجلس نمایندگان و نصرالله علم فعال مدنی. سپاسگزارم از حضورتان. جناب وکیل محترم، این خطر چقدر جدی است؟ این نگرانی واقعا نگرانی به واقع است یا نه که بزرگنمایی میشه؟ شما رو میگن که بزرگنمایی میشه از سوی روزها. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان محترم و بینندگان محترم برنامه. خب در این جای شک نیست که یکی از هدفهای مهم گروه داعش و روسیه هست، همچنین کشورهایی که در اطراف روسیه قرار داره، بخصوص کشورهای آسیای میانه، و روس هم با داعش و گروه های دیگه در جای جا و نقاطی از خاورمیانه شدیداً درگیر هست و بخصوص در سوریه. و نگرانی روس ها تازگی نداره، اونا قسم شما مشاره کردین، بار نگرانیشان از اعلان کردن و ابراز کردن که ممکن است از خاک افغانستان تروریست ها استفاده کنه و آسیای میانه و قفقاز و روسیه را هدف قرار بدن، بخصوص از زمانی که جنگ ها در شمال افغانستان تشدید شد و طالبان و گروه های تروریستی دیگر موفق شدن که مناطق را در شمال در اختیارشان بگیرن و فعالیت هایشان افزایش بدن، و بخصوص از زمانی که تعدادی از گروه های تروریستی آسیای میانه و قفقاز که در پاکستان بودن، از اونجا با یک عملیات نظامی به داخل افغانستان رانده شدن و اکثر از اینام در ولایات شمالی افغانستان جابجا شدن. اینا چگونه انتقال میکنن؟ مثلا اگر قرار باشه در سوریه داعش شکست میخوره، اینا چگونه به افغانستان سرازیر میشن؟ از این جغرافیای که خب دارن، کشورهایی که هست، از اینا چگونه عبور میکنن؟ یا مثلا از ایران چگونه عبور میکنن؟ از عراق چگونه عبور میکنن؟ نکته یک مقدار روشن شه و اینه که من فکر نمی کنم که قسمت عمده داعشی که در عراق و سوریه فعالیت میکنن که بیشتر بومی بودن و عرب ها هستن، اونا از اونجا آمده باشن به افغانستان برای جنگیدن با روس ها یا منافع امنیتی روس ها. بیشتر گروه های آسیای میانه و قفقاز هستن که اینا در افغانستان، در پاکستان و تعدادشان هم در سوریه و یا عراق بودن. ممکن است با شکست داعش در عراق و سوریه اینا همی گروه هایی که مربوط به آسیای میانه هستند، به اویغور های شرق غرب چین هستند، و اینا برگشته باشند و در نقاطی از افغانستان و پاکستان جا بجا شده باشند. و بیشتر حالا خب تحت عنوان داعش اینا شهرت پیدا کردن، اما من فکر میکنم گروه های مختلفی هستن. خیلی هایشان در زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت دارن، خیلیشان گروه های مرتبط با القاعده هستن که از دههای قبل در کنار القاعده بودن و در کنار القاعده با حمایت طالبان در افغانستان پاکستان فعالیت داشتن، و بخش از اینها هم مربوط به گروه های داعش هستن که اخیراً اعلان وفاداری به داعش کردن و ممکن است که از سوریه و عراق هم تعدادشان برگشته باشند. اما یکی چگونه اینا برگشتن؟ خب همون قسم که به سوریه و داعش رفته، به سوریه و عراق رفته بودن، زمینه برایشان به یک شکل فراهم شده بود، یک نوع مسامحه و چشم پوشی نسبت به رفتن از این گروه ها و از این اشخاص و افراد صورت گرفته بود به صورت عمدی روی ملاحظات سیاسی. من فکر میکنم با امی نگاه، با امی دلیل اینا میتونن برگردن،
متاسفانه ای را قبول کنیم که عمدترین مشکلی که در به ارتباط گروه های تروریستی تا هنوز هم وجود داره استفاده ابزاری از گروه های تروریستی هستند. خب یعنی میتونیم بگم که در واقعیت تهدید داعش جدی است در افغانستان و اون گونه که شما رو میگن بزرگ نمایی میشه نیست. به شکل عملی تا هنوز که ما مشاهده میکنیم بیشتر جدیتی از این خطر متوجه افغانستان و مردم افغانستان هست. اگر گروه های آسیای میانه هست، اگر چینایی هست، اگر قفقازی هستن، چچن، اینگوش، جاهای دیگر، اینا کلشن در کنار طالبان و در کنار گروه های تروریستی دیگر فعلا با نیروهای امنیتی افغانستان و با مردم افغانستان می جنگن. ما کمتر شاهد حوادث امنیتی در آسیای میانه و در روسیه هستیم، اما یکی بالقوه اینا برای روسا تهدید هستن، بله اگه گپی هست که غیر قابل این کار هست. گروه ها بزرگ نمایی نمیشه میگن اینا. خب مثلا شما رو تفسیرم میکنن که روس ها مثلا در صدد بزرگ نمایی هستن و آب گلالود دیدن، میخوان که با آمریکا بازی بکنن و امتیاز میخوان بگیرن از آمریکایی. به اون میزانی که بالفعل خطر باشد من فعلا مشاهده نمیکنم، و اگر هدف روسایی باشد که به شکل بالفعل تهدید برای روسیه هستن، این بزرگ نمایی هست. ولی در این جای شک نیست که تلاش صورت میگیرد تا یکی از این گروه ها به عنوان ابزار استفاده شود علیه روسا، و همون قسمی که متقابلا روسا کوشش میکنن که از گروه اعظمی گروه ها علیه رقبای خودشان استفاده کنن، ارتباطاتی که با طالبان داشتن. خب چه کسایی استفاده ابزاری میکنن از گروه های عرصف کنه مثل داشته برابر روس ها؟ امریکایی که تا این حال ظاهرا ثابت کردن که جدی هستن و از هیچ دریغ نمیکنن در برابر داعش و گروه های مثل القاعده. خب متاسفانه ما که مشاهده میکنیم واقعیت ها برخلاف شعارها و ادعاها هست. در ادعا از مبارزه علیه تروریسم حرف زده میشه و در بعضی نقاط روی این تا حدود جدیت هم داره. مثلا در عراق امریکا یا در کنار دولت عراق علیه داعش جنگیدن و تا حدودی با اونا همکاری کردن، در خاورمیانه هم در مجموع به یک شکلی، اما در افغانستان ما او جدیتی را که امریکایی ها در جنوب افغانستان نشان میتن، مثلا در تورا بورا، در اچین، ننگرهار، مناطق مرزی پاکستان افغانستان نشان دادن، در شمال مشاهده نمیکنیم. واقعیتی است که در شمال همین اکنون به اون میزانی که ما انتظار داریم که امریکایی‌ها با تروریست ها بجنگن و با اونا را تصفیه کنن، نگذارن که بیشتر اراضی در شمال در اختیارشان بگیرن و دردسر برای مردم افغانستان و برای آسیای میانه و کشورهای دیگر باشد، ما همچین عزم و اراده را تا هنوز مشاهده نمی کنیم. جنگ در شمال افغانستان جریان داره و مناطق زیادی هست در ولایت بدخشان، فاریاب، جوزجان و سرپول، جاهای دیگه ای که یعنی این مناطق یک میدان وسیع برای فعالیت طالبا و گروه های تروریستی و بیشتر گروه های مسلح آسیای میانه، حرکت اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروه های دیگه که مربوط تاجکستان جاهای دیگری میشه، اینا فعالیت دارن و او جدیتی که امریکایی ها مثلا در جنوب داره در شمال ما تا هنوز مشاهده نمی کنیم. خود از این وضعیت هست که شک و تردیدها و ظن و گمان ها را به وجود میاره که یک نوع بازی است که در سطح کلان امریکایی ها و روس ها با هم دیگر دارن. سپاسگزارم آقای علم. تهدید بالفعل نیست در برابر روس ها، آنچه که است فعلا در برابر مردم افغانستان است. افغانستان است که آسیب میبینه و روس ها بزرگ نمایی میکنن در حال حاضر، از گروه های تروریستی استفاده ابزاری میشه و آمریکایی ها و خارجی ها با گروه های تروریستی در شمال افغانستان برخورد جدی نمیکنن. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه دوستایی که برنامه رو مشاهده میکنن از تلویزیون جهانی نور. ببینین، بحث که گروه های تروریستی یک بحث بسیار پیچیده ای هست در تمام دنیا. بعضی از کشورها گروه های تروریستی رو به وجود میارن و بعد توسط همه گروه های تروریستی مورد هدف قرار میگیرن.
بعضی ها فکر میکنن علیه دشمن خود استفاده میکنن و همو گروه یک زمانی علیه دشمن هست، مثل القاعده که یک زمان امریکایی اونا رو حمایت میکردن و در یک زمانی به خود امریکا حمله کردن. متاسفانه ای که بازی های جهانی وجود داره و در مورد گروه های تروریستی رو ما میپذیریم، ولی ای که ما یعنی تحلیل به اونجا ببریم که مثلا کسایی که در افغانستان هستن، کشورهای غربی امریکایی ها به نوعی با گروه های تروریستی در یک سفره نان میخورن، در یک کاسه او میخورن، ای من فکر نمیکنم که این تحلیل درستی باشه از نظر من. ای که جدیت به او صورتی که باید باشه نیست، یک مسئله است. ای که با هم همدست باشن موضوع دیگری هست. من فکر میکنم که ما ای را باید بپذیریم، دولت افغانستان و همپیمانان افغانستان در مبارزه با گروه های تروریستی صادق هستند، اما ای که به دلیل مشکلات خاص نمیتونن که به او هدف های نهایی که محو و نابودی این گروه ها از دست پیدا بکنن، او موضوع جداگانه هست. این یک مسئله. مسئله دومی که روس ها بیان میکنن که ما به خاطر دشمن مشترک داعش هست با طالب ها هم دست هستیم و با طالب ها ارتباطاتی داریم. این تحلیل درست نیست، چرا که اگر قرار باشه که داعش دشمن مشترک باشه، اول دشمن مشترک مردم افغانستان هست، دشمن مشترک اگر برای روسیه باشه، دشمن مشترک روسیه و دولت افغانستان هست، و دولت روسیه اگر در مبارزه خودش با داعش صادق هست و از این مسئله به خاطر جایگاه پیدا کردن در داخل افغانستان و به قول شما مبارزه کلان با آمریکا و دولت‌های غربی در افغانستان استفاده نمی‌کنه، باید که حمایت از دولت افغانستان بکنه، نه از دشمن دولت افغانستان. موضوع بعدی این هست که خود برمیگرد به دولت افغانستان. دولت افغانستان با یکی روابط دیپلماتیک گسترده‌ای با روسیه داره، با کشورهای آسیای میانه داره، باید از این نفوذ خودش استفاده بکنه که دولت مثل یعنی حسن نیت خودش را اثبات کنه، به ثبوت برسانه و با روسا ارتباط منظمی داشته باشه تا از این طریق روابط دیپلماتیک اونا مطمئن باشن که دولت افغانستان هم پیمان با تمام همسایه های خودش هست و از جانب دولت افغانستان با اونها آسیبی نمیرسه. و اگر این چیز نشد، باید فشار از وارد کنه به دولت، مثل به نوعی اهرمای فشاری که داره یا ارتباطاتی که داره، که نگذاره که دولت روسیه با طالب ها ارتباطات داشته باشه. نه تنها دولت روسیه، که ما حالا مشاهده میکنیم که ایرانی ها هم با طالب ها ارتباطات بسیار گسترده داره، در ناامنی های افغانستان دست دارن و خیلی از کشورهای دیگه. این بر میگرده به نوع استراتژی که دولت افغانستان در قبال همسایه های خودش و کشورهای بزرگ منطقه‌ای و جهانی داره. خب شما میگین که در رابطه روسها با افغانستان رابطه دولت با دولت باشه، و میگین که رابطیشون با طالبان درست نیست. موافق هستین که بزرگ نمایی میشه؟ اگر بزرگ نمایی میشه سوی روسها، تهدید داعش برای چه، به چه منظوری؟ ببینید داعش با فعلا وقتی چون این خبرهای در مردم افغانستان میشه، من نگران میشه نه ای که میاین روس ها میگن که تهدید داعش جدی است، اونا خب در مراکز از پیش آماده شده که سوال داره آماده جا به جا شدن و در پی تحریزی حمله به روس. ببینید نوعیت تبلیغات روس ها برمیگرده به دولت شوروی سابق، یعنی پروپاگاندا و فرافکنی که در دستگاه‌های دیپلماسی روسیه وجود داره، در رسانه‌های روسی وجود داره. این یک سابقه بسیار طولانی داره که از زمان شوروی سابق با اونا به میراث رسیده. یعنی این اوی هر موضوع کوچیکی را دولت روسیه و رسانه‌های کشور بزرگ می‌کنه، و هدف اینها از بزرگنمایی همونطور که شما می‌بینید آمدن به افغانستان، همکاری با طالبان و تضعیف کشورهای غربی هست که در افغانستان هستند. یعنی اونها احساس میکنن که اگر امریکا در افغانستان تحت یک پرسینگ و یک فشار بسیار قوی باشه، در جاهای دیگه میتونه که با روسیه امتیاز بده، با توجه به که خود روسیه همین حال هم به خاطر اشغال کریمه هست، تحت تحریم های امریکا است و مشکل او با اوکراین هنوز حل نشده، با اوکراین مشکل داره. اینها همه نشان میده که یکی در سوریه بالای آمریکا و دولت‌های غربی زیاد فشار آوردن، و یکی هم حالا اونجا تقریبا موفق بودن، حالا میخواین که اینمی فشار را
در یک جای نزدیکتر به روسیه و دورتر به آمریکا که افغانستان هست این فشار را وارد بکنه. خیلی خوب، شما نمیپذیرین که در شمال افغانستان آمریکایی‌ها و ناتو در برابر گروه‌های راس‌افکن جدی برخورد نمی‌کنند؟ جناب وکیل صاحب پیشتر انتقاد داشتند که جدیتی که در دیگر نقاط افغانستان ما می‌بینیم، مثلا در جنوب می‌بینیم، در شمال چنین جدیتی نیست. من موافق هستم که خطر افراطی‌گرایی در شمال در طول این حکومتی که بعد از 2001 به وجود آمد نادیده گرفته شد. یعنی شما ولایت مثل بدخشان رو نگاه بکنین، ولایت بسیار از سوی چی کسایی نادیده گرفته میشه؟ خب. از طرف دولت مرکزی افغانستان، کشورهای غربی، امون به خاطر امنیتی که وجود داشت، این کل یک جریان افراطی‌گری بسیار قوی در شمال افغانستان شکل گرفته بود در طول این سالها و بعد از این هم من فکر میکنم این قوی میشه. یعنی اما پتانسیل در شمال افغانستان موجود بود، این ما نباید نادیده بگیریم. بر مراکز فرهنگی، بر مراکزی که کارهای تبلیغاتی میکردن، بر کل این مراکز هیچ نوع نظارتی وجود نداشت. من به خیلی چیزا آدم نزدیک میتونست ببینه در سالهای گذشته و این گروهای افراطی در اونجا شکل گرفتن و متاسفانه حال هم با او پیمانه ای که جدی هست خطر افراطی‌گری در شمال افغانستان مورد توجه قرار نمیگیره. جنگ هایی که در قندوز شد، در جنگ هایی در بدخشان، جوزجان و جاهای مختلف در شمال هست، اینها باید جدی‌تر نگاه شده، هم از دیدگاه دولت مرکزی هم از دیدگاه غربی ها. ولیکن ای که جدی‌تر گرفته نشده یا به صورت خیلی عمیق با او مبارزه نشده، این دلیل بر این نیست که، یعنی ما بیشترین صحبتی که میشه مردم شمال میگن که خب اگر این خیلی جدی هست خطر داعش، چرا مثلا اقدام جدی انجام نشده و این فقط به خاطری است که روس‌ها رو مورد حمله قرار بده. و این یک تهدید، این یک تحلیلی هست که از نظر من بیشتر برمیگرده به اینکه تضعیف میکنه دولت مرکزی رو. ما باید بیشتر از نگاه مثبت به موضوع نگاه بکنیم و خواهان مبارزه جدی‌تر بشه. موافق هستین با این که در حال حاضر تهدید طالبان به مراتب بیشتر از گروه‌های تروریستی دیگری مثل داعش و القاعده است در افغانستان؟ جدی‌ترین، منسجم‌ترین گروه تروریستی که در افغانستان وجود داره طالبان هست. از نظر تعداد، از نظر منطقه جغرافیایی، از نوعیت سازماندهی، از کل او جریانی که وجود داره طالبان از همه قوی تر هستن و خود ای همکاری کردن با طالب ها که توسط روسا میشه، ای خودش داعش را هم ایجاد میکنه. شما چون اما ایجاد گروه های تروریستی کردن فقط طالب نیست، از داعشی که در افغانستان هست تمامش یک عده زیادش همون کسایی هستن که بیرق تبدیل کردن. یعنی اگه امروز طالب ها در یک جای تقویت بشه توسط روسا به خاطر مبارزه با داعش، همون طالب امکانی که پس به داعشی که روسیه ادعا میکنه که در مناطق ما حمله خواهد کرد تبدیل میشه. و یک نکته هم که اشاره داشته، گفته که در مراکزی که از قبل آماده شدن جابجا شدن. ببینین ای یک گفتم برای شما، ای یک سری ادعاها هست. اگر ادعاهای اینها قرار هست که فقط، یعنی اگر جنبه عملی داره، باید با دولت افغانستان هماهنگ شود به خاطر مبارزه با داعش. سپاسگزارم. جناب آقای علیزاده، چند پیش زمیر کوبولوف اظهار داشت که اگر آمریکایی ها میخوان ما در افغانستان با اونا همکاری بکنیم، تحریم ها را که بالای روسیه وضع شده او را رفع بکنن. خب آقای علم هم اشاره داشتن که روس‌ها در پی بازی با آمریکایی‌ها هستن، می‌خوان ناتو آمریکا را در افغانستان به چالش بکشن، می‌خوان امتیاز بگیرن در جاهای دیگه. خوب است که رابطه دولت با دولت باشه. اینا میرن خب با طالبان تماس می‌گیرن، توجهش نمیست که داعش دشمن مشترک ما است. و یک نکته که با شما موافق نیستن آقای علم، میگن که ناتو و آمریکا در مبارزه با گروه راس‌افکن در افغانستان صادق هستند. شما میگین که شک و گمان بار آورده مثلا نحوه مبارزه با داعش و گروه های راس‌افکن در افغانستان؟ ببینین نحوه بازی که اینا دارن با هم دیگر این گونه نیست که ناتو و آمریکا مستقیم بیایه از داعش یا القاعده یا طالبا حمایت کنن و از اونا را تشویق کنن یا اسلحه بتن یا تمویل کنن و علیه رقیبشان استفاده کنن. همیشه بازی غیر مستقیم بوده، به گونه‌ای که
زمینه سازی میکنن، زمینه را برای فعالیت از گروه ها فراهم میکنن و اینا را جهت میدن به یک نوع بسیار غیر مستقیم، غیر مرئی و زیرکانه با یک بازی استخباراتی. متاسفانه هم روسیه این کار میکنه و هم آمریکا و ناتو، و بدبختانه امروز بیشتر افغانستان یکی از میدانهای از این بازی شده و زمینه در افغانستان برای از این بازی مساعد هست، اما قسم که در گذشته هم بوده. شما دیدین شبکه القاعده بن لادن در سودان، در سومالی، در جاهای مختلف دیگه رفت، جا پیدا نتانست، کشورهای از اونا نخواست، دولتهایشان بیرون کردن، بعد آمد در افغانستان با فعالیت‌های خود تشدید کرد. امروز هم عین داستان دوباره به یک شکل تکرار میشه. داعش در سوریه کم کم گلیمش جمع میشه، در عراق و در حتی در لیبی که یک از پایگاه‌های بعدی از اینا گفته میشه، ما شاهد هستیم که به یک نحوی جریان‌های ضد داعش قوی تر شده میره، دولتش قوی تر میشه. و اینا تنها نقطه‌ای را که برای بازیشون باز هم در نظر گرفته افغانستان است، و زمین سازه ها هم بیشتر به گونه ای میشه که اینا برگردن به افغانستان. شعارها ضد داعش هست، شعارها مبارزه با داعش هست، ولی جهت دهی از این نیروها و رفتارهای عملی رو ما میبینیم که به نفع از اونا تا هنوز تمام شده. چی طالب جای شک نیست که در دوران جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا و ناتو همین جریان های افراطی به وجود آمد. بن لادن را امینا ساختن، 40,000 عرب را امینا جاهای مختلف جمع کردن در پاکستان، و ده ها گروپ های تروریستی دیگر را بعدم طالبان را امینا طراحی کردن، آوردن، ساختن. و روس ها فقط حالا یک امتیازی که به دست داره در سالهای اخیری که از همین ابزاری که خود از اینا ساختن و به یک شکل غیر مستقیم علیه رقبایشان استفاده کردن و میکنن، اونا به می روی کرد روی آوردن، میخوان از همون شمشیری که خود از اونا ساخته از اون شمشیر علیه خودشان استفاده کنن. و ارتباطی که روس ها با طالبان داره ارتباط استراتژیکی و راهبردی نیست، ارتباط تاکتیکی هست. میخواد که از طالبا استفاده کنه و طالبا متقابلا از روسا میخواد استفاده کنه. اینا نیروی جنگی، اما وقتی طالبا با این رابطه، وقتی اینا اسلحه دریافت بکنن، مهمات دریافت بکنن، طبعا که چالش کلان خلق میکنن در برابر حکومت افغانستان مردم. خب بله، روسا میخواد برای رقبایشان نشان بدن که در اینجا واقعیت تلخ همیست که افغان ها برای هر دویشان اهمیت نداره. افغان ها فقط یک مهره کوچیک بازی هستند. افغان ها متاسفانه نتوانستند که خود را به یک شکل به یک جایی برسانن که از شر تمام از این بازی ها خود نجات بتن. فعلا افغانستان میدان بازی از این رقابت های بین المللی شده و روسا فقط برای رقبایشان نشان میتن که از امی ابزاری که شما ساختین و علیه ما استفاده میکنین ما هم میتونیم استفاده کنیم. و در این جای شک نیست که در این بازی ها قربانی اصلی مردم افغانستان و دولت افغانستان است، باعث تضعیف دولت افغانستان میشه. اما برای از این بازیگرا تضعیف و تقویه دولت افغانستان خیلی اهمیت نداره، فقط دولت افغانستان رو میخواد به عنوان یک چارچوب و چوکات مشروع برای بازیهایشان حفظ کنن. ایران مطمئن باشین که نمیگذارن که دولت سقوط کنه، حتی یک ولایت هم را نمیمانن که سقوط کنن، ولی جنگ را هم خاتمه نمیتن، جنگ را به یک شکل ادامه میتن. ما متاسفانه ناگزیریم که چنین قضاوت منفی نسبت به دوستان بین المللی خود داشته باشیم. خب در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا یک کمی صریح‌تر نسبت به پاکستان هست، ولی باز هم ما گام های عملی را مشاهده نمی کنیم که اینا واقعا روی نقطه های حساسی که باعث شود جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه و تمویل جنگ در افغانستان پایان پیدا کنه، روی از اونا دست بگذاره و قدم بردارن. بنابراین از اون طرف هم یک واقعیت است که روس ها هم به یک شکل منافعشون در بزرگنمایی میبینن، میخوان که بزرگنمایی کنن، میخوان واقعیت
بسیار جدی نشان بدن تا یکی زمینه حضورشان و زمینه فعالیتشان در افغانستان همون قسم که امریکایی ها فراهم کردن اونا هم فراهم کنن. این که در افغانستان دارن داعشی ها جا به جا میشن در مراکز از پیش آماده شده خب در حال تحریزی حمله هستن. خب واقعیت هم است که یه جای انکار نیست که تا هنوز هم 80% تحریر اصلی طالبا هست و ما خودم باورم بایست و با چشم سر در نقاط مختلف افغانستان میبینیم که 80% گروپ های خارجی در زیر حمایت در زیر لوا و حمایت طالبان فعالیت میکنن و داعش فقط در جنوب افغانستان به شکل رسمی ظهور کرد و او هم بیشتر گروه های افراطی پاکستانی بودن ولی در سایر نقاط افغانستان داعش به او شکلی که در سوریه و عراق هست ما تانوز مشاهده نمی کنیم. گاهی گاهی همین گروه های ناراضی طالبات بیرق سیاه بلند می کنند به نام داعش ولی بیشتر همون گروه های تروریستی آسیای میانه و شرق چین غرب چین هست و اینا هم بیشتر در زیر تحت حمایت طالبان افغانستان قرار داره. این یک واقعیت است غیر قابل انکار. اما چرا روسا این را خیلی میخواین بزرگ نمایی کنن؟ به خاطر از اینکه از اون طرف هم آمریکایی ها بزرگ نمایی میکنن. تبلیغات آمریکایی ها بیشتر متمرکز روی حضور داعش در افغانستان هست، کمتر به طالبان میپردازه و متقابلا هم روسا میخواین همین کار کنه و در اظهاراتی که دیروز هم رئیس امنیت روسیه داشت یک جبهه بندی بین المللی را در اونجا ترسیم کردن، نگفتن که فقط روسیه مورد خطر هست، گفتن که در افغانستان اینا جابجا شدن، کشورهای روسیه، آسیای میانه و کشورهای دیگر مثل ایران و هندوستان مورد هدف قرار میدن. خود زمین یک مرزبندی، یک جبهه بندی و یک رویارویی جهانی را نشان میده، در حالی که ما در افغانستان زندگی میکنیم. واقعیت تلخ همیست که به اون میزانی که آمریکایی ها در نسبت به داعش مبالغه میکنن در افغانستان هم واقعیت نداره و روسان به اون میزانی که مبالغه میکنه هم واقعیت نداره. 20% تهدید از ناحیه داعش هست و 80% تهدیدات از ناحیه طالبان هست و کلانترین مشکل افغانستان مشکل طالبان هست. اگر طالبان مشکلش حل شود در اون صورت او گروپ های خارجی که فعلا در تحت لوای طالبا فعالیت میکنه اونا اصلا وجود در افغانستان نخواهند داشت. شما میگین که خب هر طرفی که هست از قدرت ها با گروه های راسفکن بازی میکنه، اینا ابزار واقع شدن و میگن که ناتو و امریکا اینا به شکل نامرئی به اینا زمینه میده. اما خب کسای دیگه هم که این ادعا را دارن بسیار هستن اما اسناد ایران نشده که خب نشان بده. یک فرضیه است، ادعا است که ثبوتش مشکل است. یک طرف قضیه، طرف قضیه دیگه که ظاهر امر آنچه که جریان داره یک طرف دیگر هم میده که ما میبینیم مثلا آمریکایی‌ها میان پیهم در دولت ترامپ پاکستانی‌ها را متهم میکنن که شما طالبان را تحمیل میکنین، به گونه‌ای به اونا هشدار داده میشه که قطع شوه این رابطه. این ظاهر نشان نمیده که خب آمریکایی‌ها صادق هستن و تو صادق هستن و اینا جدی میخوان برخورد بکنن و کشورهای دیگه مثلا مثل پاکستان متهم است، کشورهای در منطقه متهم هستن مثلا کشورهای حوزه خلیج اینا. فقط لحن آمریکایی‌ها یک مقدار صریح‌تر شده ولی قدم‌های عملی که ما ببینیم که پاکستان وادار کند تا در میدان دست به اقدامات عملی برای قطع حمایت از طالبان و گروه‌های تروریستی بزنه تا هنوز ما مشاهده نکردیم. این فشاری که مثلا آمریکایی‌ها برای بعضی کشورهای دیگر وارد کردن، تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های سران سیاسی و نظامی، سایر تهدیدات، 0.5% از این ما بالای پاکستان ما مشاهده نمی کنیم و یکی هم یک مقدار آمریکایی‌ها صراحت لحن پیدا کرده نسبت به پاکستان. رفتار سالهای اخیر پاکستان هست که به اون میزانی که قبلا اطاعت از آمریکایی‌ها داشتن و برنامه‌های از اونها اجرا می‌کردن به سالهای اخیر اجرا نمی‌کنن، بازی می‌کنن با آمریکایی‌ها، دوگانه برخورد دارن، گای هم با رقبای آمریکا یا با چین، با روسیه، با اینا دست میتن. به این اساس آمریکایی‌ها میخوان که نمیخوان که پاکستان از دست بتن، میخوان پاکستان مثل سابق ژاندار محافظ منافع آمریکایی‌ها در منطقه باشن و اطاعتی از اونها داشته باشن، دوگانه بازی نکنن. بیشتر در عمق قسم که در دوران جنگ سرد، در دوران تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، اونها صادقانه با آمریکایی‌ها علیه روس‌ها، علیه شوروی عمل کردن، آنگونه امروز هم باید در راستای منافع از اونا باید حرکت کنن. و الا من خیلی خوشبین نیستم که
آمریکایی ها بالای پاکستان به اون میزان فشار وارد کنند تا اینکه اونا تن بتن به یک سلسله گام های گرچند از خیلی ها خوشبین نسبت به این موضوع، ولی من خودم شخصا خیلی خوشبین نیست. سپاسگزارم جناب آقای علم. وقتی تهدید گروه عراسفه این همه جدی است، ما هر روز شاهد هستیم که سربازای افغانستان، نظامیان افغانستان و مردم افغانستان جان و مالشان از دست میتن، خسارت میبینن، چرا دولت افغانستان و متحدین افغانستان که ناتو آمریکا باشد جدی برخورد نمیکنن؟ اشاره میشه که خب اقدامات عملی ما شاهد نیستیم. اگر لحن سریعی را در این اواخر شاهد هستیم در برابر پاکستان سوی آمریکا، بیشتر به خاطر این است که پاکستان یک مقدار مستقل عمل کرده. ببینم ای که کم سریع صحبت بکنم، یک تحلیل وجود داره در بین عوام افغانستان و ای در بین سیاستمدارای ما متاسفانه وجود داره که همه متهم هستن، مثلا امریکایی ها هم متهم هستن که مثلا اینا از گروه های تروریستی دفاع میکنن فلان. ما باید به سمت تحلیلی بریم که عملگرایانه باشه، واقعیت ها و فکت پشت سر رو باشه و بتانه که به ما کمک بکنه در زندگی روزمره و در زندگی سیاسی ما. اگر ما بر مبنای ای تحلیل ها و فرضیه ها بریم که سیاست های پشت پرده ای وجود داره که هیچ کس ندیده، رفتارهای وجود داره که هیچ کس مشاهده نکرده، اینها کل اینا ما رو به جایی نمیبره. متاسفانه ما یا باید بپذیریم که کشورهای غربی با ما هستن یا باید بپذیریم که با ما نیستن. اگر میپذیریم که اونها هم تعداد زیادی کشته دادن به خاطر همین مبارزه اونها با طالب ها، با مبارزه با تروریسم و میلیارد ها میلیارد هزینه کردن و امروز ما میبینیم که با پاکستانی ها هم به نوعی فشار وارد میکنن، اینا همه نشان میده که ما در یک مبارزه یه مشترک هستیم. ای که منافع اونها هم منافع خود رو با منافع اونها هم با منافع ما گره خورده، منافع مشترکی بین ما و اونها فعلا در مبارزه با گروه های دهشت افکن وجود داره که ما این کار انجام میدیم. اگر منافع مشترک وجود نداره، اگر بین ما و اونها دشمنی وجود داره، چرا ما با اونها هستیم؟ خیلی خب، کسایی که چنین ادعایی دارن، بیشتر مردم افغانستان و شمار زیاد از سیاسیون، دلیلشان ایست که خب چرا آمریکا با این همه توانایی، این همه کشوری که در افغانستان حضور یافتن، از عهده یک گروه دهشت افکن مثل طالب داعش نمیبره؟ دقیق، سوال بسیار دقیقی است، ولیکن جواب این سوال اینیست که ما بگوییم که چون اینها صادق نیستن، بلکه جواب واقعی در ضعف خود ما هست، در ضعف دولت ما هست. ما بعد از 16 سال نتونستیم دولتی را ایجاد بکنیم که منظم باشه، منسجم باشه، نیروهای نظامی که با هم یک سوق اداره خوب داشته باشن، هنوز نتونستیم ایجاد بکنیم. تمام این سیاسیون ما، اکثریت اونها که به این تحلیل دست میزنن، اکثرا خود اینا میبینیم که غرق و فساد هستن، فسادی که دولت رو مثل خوره در حال خوردن هست. یکی خب فساد هست، مواد مخدر هست، دخالت کشورهای همسایه هست، از پاکستان گرفته، ایران گرفته و روسیه گرفته. ما با یک جنگ بسیار گسترده داخلی هستیم که ریشه ها، متاسفانه ریشه های افراطیت باید بپذیریم که در همین خاک هم وجود داره. باید بپذیریم که عده زیادی از این طالب ها خارجی نیستن، هرچند که اندیشه عمل اونها منافع خارجی ها رو تامین میکنه، ولیکن اونها هم داخلی هستن و از عمل اونها از ریشه های افراطیت سرچشمه گرفته که متاسفانه ما با او ریشه های افراطیت مبارزه نکردیم. ما بیشتر در طول این همه سال جنگ رو بردیم به جنگ فیزیکی، جنگ رو بردیم به میدان های جنگ که کشته میشد، پس اگر یک نفر طالب کشته میشد 10 نفر طالب دیگه ایجاد میکردیم. ما هیچ وقت با ریشه های فرهنگی مبارزه نکردیم که افراطیت بود. ما هیچ وقت مبارزه منسجم سیاسی خارجی نداشتیم، یعنی ما بتانیم کشورهای همسایه را با خود متحد بکنیم در مبارزه علیه طالب. اگر امروز ما میخوایم که پاکستان تحت فشار قرار بگیره، رفتار سیاسی و استراتژی سیاسی خارجی افغانستان باید بگونی باشه که روسیه، هند، چین حتما کنار ما باشن و همچنان ایران. ما نیاز نداریم که مثلا نفرت افکنی کنیم نسبت به ایران، روسیه یا چین. ما نیاز داریم که اینها را با خود داشته باشیم. این باید یک سیاست خارجی منسجم وجود داشته باشه.
اینها هست که چون او کسی که باید با طالب مبارزه بکنه، او کسی که باید از سنگری که فتح شده حفاظت بکنه ما هستیم، دولت افغانستان است، مردم افغانستان هست. خیلی خوب، شما از آنچه که جریان داره اتخاذ موضعی صریح در قبال پاکستان از سوی آمریکایی ها، سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا و به ویژه پاکستان راضی هستین؟ میگن که تغییرات خواهد آورد؟ ما امیدوار هستیم تغییرات بیاد، امیدوار هستم که این موزگیری ها با قدرت سیاسی داخل افغانستان یک جای شد و ما با یک جای برسیم. و او ریشه ببینه، ما یک موضوع بسیار جالبه در تحلیل های در افغانستان مشاهده کردیم که هر کسی که در سیاست افغانستان ضد خارجی ها باشه، خب از طرف مردم حمایت میشه. یعنی همیشه ما او تو تحلیل داریم، حالا فرق نمیکنه که امریکا هست، روسیه هست، هر کجا هست. بنابراین او ما سعی بکنیم که استراتژی جدید امریکا را بدون قهرمان سازی ها و با گام های عملی خود یک جا بکنه، من مطمئن هستم که موفق میشه. سپاسگزارم آقای علیزاده. ضعف اصلی، خب ضعف خود ما، ضعف دولت مردای افغانستان است. مداخله بیرونی وجود داره، کشورهای در همسایگی ما مداخله میکنند، پاکستان، روزها در این اواخر، و این کار سخت ساخته برای افغانستان و متحدین ما که ناتو و آمریکا باشه. ما منافع مشترک با ناتو و آمریکا داریم و در یک مبارزه مشترک هستیم. خوب است که تحلیل های ما واقع بینانه و عملگرایانه باشه. در یه جای شک نیست که ضعف های داخلی وجود داره. ما نتانستیم که دولت و ملت بسازیم، نه دولت کارا داریم و نه ملت واقعی علی رغم شعارهایی که وجود داره. و همچنین سیاست خارجی ما هم مشکلات خود داره. دوستی ما اشاره کردن که دولت افغانستان باید همه اینها را دلشان بگیره بایش که از خود، بله ما امیر میخواییم افغانام امیر، دولت هم در طول 15 سال بیشتر بر اساس زمین استراتژی حرکت کرده و همین اکنون هم روابطشان با کشورهای مختلفی که در بین خود در ارتباطات متضاد دارن، دشمنی دارن با هم دیگر، حتی ارتباطات نسبی دولت افغانستان داره، ولی خود مدیریت همچه سیاست خارجی کار بسیار مشکل و پیچیده است. ما در درون یک تضادها و تناقضها قرار داریم، کار ساده ای نیست. و در این هم ما تایید میکنیم که افغانستان میدان مداخله انواع و اقسام کشور هاست و درد ما هم همین است که افغانستان متاسفانه میدان جنگ نیابتی کشورهای مختلف شده، چه کشورهای منطقه، چه کشورهای همسایه، چه کشورهای قدرتمند جهانی، و هر کدامشان به منافع خودشان برایشان مهم است. و منافع افغانستان، ما هم اوائل خیلی خوشبینانه نسبت به دوستان غربی خود برخورد میکردم، خیلی امیدواری های زیادی داشتم، خیلی کسا که در وقت ها انتقاد میکرد جدید برابرشان استاد میشم، ولی حقایق تلخ میدانی را که کم کم مشاهده میکنم ما یک مقدار ناامید شدیم. و تمام حرف ها هم قسم که برادر ما امیدواری کردن در سطح امیدواری است، من هم امیدوار هستم که ایالات متحده آمریکا با استراتژی جدیدشان متفاوت از گذشته برخورد کنه و او روی کرده که در طول 15 سال با پاکستان و با کشورهای حامی پاکستان داشته، دیگه او برخورد نداشته باشد، مسامحه نکنه، چشم پوشی نکنه، اجازه نده که یک کشور خارجی این گونه صریح علیه کشور ما مداخله کنه و از اونجا گروه های تروریستی را سازماندهی کنه و بفرسته، یک مقدار سریعتر و اوریانتر برخورد کنه و گام های عملی برداره. ما وقت میتونیم در افغانستان شاهد پایان جنگ باشیم که ایالات متحده آمریکا نسبت به منابع تمویل جنگ، تجهیز جنگ، منابع لوجستیکی جنگ در افغانستان گام های عملی برداره و این کشورها را وادار کنند که دست از حمایت طالبا و گروه های تروریستی برداره. در غیر از او هزار تازی شعارا بیته مشکل ما را حل نمیکنه، در گذشته هم از شعارا دادن. یک سوالی که میخوام پاسخ بگیرم است که وقتی ما تهدید گروه راسفکن داریم و یه مقواقیت است که گروه راسفکن مثل داعش وقتی در سوریه شکست میخورن، در عراق شکست میخورن، خب سرازیر میشن این طرف به افغانستان میان. اینا چگونه از کشورهای مثل ایران و کشورهایی که در مسیر راه هست میگذرن که به افغانستان میرسن و در کناری دولت افغانستان چی سیاستی داشته باشد تا مانع این خطر شود؟ خب
خب بسیار واضح هستش که کشوری نمیخواد که خطر را در خانه خود بخره. به یک شکل همین گروه ها را نادیده میگرن، میگذارن که از بالایشان تیرشون. منافع ایران بس کشورهای دیگه است، ترکیه که بدون درگیری، بدون کدام مشکلی همین گروه ها بیاید مثلا از کشورشان بگذره و وارد کشور دیگه شود. این وظیفه و مسئولیت افغانستان و دوستان بین المللیشان است که دای دوستی دارند که در مرزها و در جاهای دیگر و در داخل افغانستان از ورودی از اینا جلوگیری کنند. 3 سال پیش وقتی که فوج پاکستان عملیات در قبایل مناطق قبایلی پاکستان و وزیرستان شمالی و جنوبی آغاز کردند، بسیار سر و صدا شد که به عنوان یک اخطار برای دولت وقت افغانستان که باید اینا در مرز جلویش گرفته شود، نگذاریم که اینا به داخل افغانستان بیاید. ولی به توجهی صورت گرفت، یا آگاهانه و عمدی بود یا غیر آگاهانه بود. عین سیاست کشورهای دیگر داره، همین کشورهایی که در مسیر قرار داره، اونا منافعشان ایجاب میکنه. مثلا که در سوریه، در عراق با اینا وارد جنگ است، با آسانی یک دالان برای اینا بسازه که بیاین بگذرن. برای اینا مهم نیست که اینا در کشور دیگه میرن چی میکنن چی نمیکنن. و دومی که باز هم من تاکید میکنم، من زیاد باور به تئوری توطئه ندارم، ولی واقعیت ها را که میبینم تاکید میکنم، برای که به همون شکلی که در دوران جنگ سرد زمینه برای تجمع و جمع‌آوری از اینا به صورت غیر مستقیم فراهم شد، امروز هم به یک شکل خیلی بی‌علاقه نیست کشورهایی که این گروه ها را سازماندهی کنند، با آسیای میانه بفرستند، به روسیه بفرستند و شاهد ناامنی و درگیری و فشار در روسیه و در جاهای دیگه باشند، در ایران مثلا، در هندوستان، در جاهای دیگه که به یک شکل دیگه از این گروه ها به عنوان ابزار استفاده شود. اینا متاسفانه فعلا یک واقعیت تلخ است که ما مشاهده میکنیم و دوستان ما و بازیگران بین المللی از هر طرفی که هستند، چی روسیه، چی چین، چی آمریکا و ناتو، اینا خیلی هم پاک نیستند، دستایشان پاک نیستند، به یک شکل از اشکال آلوده هستند و دخیل بسیار جدی در این بازی ها هستند. آنچه قربانی هست ما هستیم، ما قربانی هستیم. سپاسگزارم آقای علم. اگر تهدید گروه راسفگان ما داریم این همه جدی، در صورتی که با اینا مبارزه شوه، دولت افغانستان هم جدی مبارزه بکنه، ناتو و آمریکا هم جدی مبارزه بکنه و تهدید یا کم شوه، اینا تضعیف شوه، در این صورت بانه کشورهای مثل روزها که میخوان از آب گلالود استفاده بکنن و بازی بکنن گرفته نمیشه؟ اونها سعی میکنن بهانه رو ایجاد بکنن، یعنی که حتی اگر اینا ضعیف هم بشن، حتی اگر اینها مبارزه به صورت جدی هم وجود داشته باشه، اونها سعی میکنن که از این بهانه استفاده بکنن و به تجهیز اینا بپردازن، چرا که اونها منافع دیگر رو دنبالش هستن و سعی میکنن که از همونطور که شما هم گفتین که از فشار آوردن بر بالای دولت افغانستان در جاهای دیگه استفاده بکنن. خب وقتی ما تهدید داعش جدی داریم و حکومت افغانستان هم میگن که مقامات نظامی که داعش وجود داره، خب چه کار شود که از سرازیر شدن این گروه ها وقتی که از عراق و سوریه میآیند جلوگیری شود در مرزهای افغانستان و یا مانعی یا شود دولت افغانستان؟ اما ببینید در خیلی از جاهای افغانستان همونطور که جناب وکیل صاحبم گفتن، طالب ها به نوعی در بعضی از نقاط افغانستان حاکم هستند و همون نقاط میشه لانه هایی که داعش و یا القاعده یا هر گروه دیگر ممکنه بیای و لانه گذاری بکنن. اگر جنگ به صورت شدید بالای اینها وجود داشته باشه و اینها به هر روز توسط نیروهای نظامی ما تهدید بشوند و همون چیزی را که دولت، مردم افغانستان و همه میخواهند که جنگ در افغانستان بالای گروه های دشت افکن به صورت تهاجمی وجود داشته باشه، نه تدافعی، من فکر میکنم که لانه های ایجاد داعش، القاعده، چه خارجی باشه که از خارج بیان، چه به صورت فکری باشه که از در داخل ایجاد شود، این لانه ها کم کم از بین خواهد رفت. خب انتقاد میشه که دولت افغانستان در مبارزه با گروه راس افکن دوگانه عمل میکنه. وقتی تهدید جدی و تا 80% طالبان، چرا با طالبان مثل داعش برخورد نمیشه از سوی آمریکایی‌ها؟ ببینن یکی خود آمریکایی هم گفته میشه که دوگانه عمل میکنه. ببینن یکی که استراتژی خود دیده میشه دیگه، گفتم نمیشه. بله ببینن یکی که در استراتژی، من معتقد هستم که اگر هر دولتی می آمریکایی ها رفتنی هستن، کشورهای غربی رفتنی هستن و این یک چیز
واقعیتی است که نمیشه پنهان کرد. اما تا جایی که اونها، ما باید سعی کنیم از اونها استفاده بکنیم، ما باید استراتژی اونها رو شکل بدیم، ما باید در تعیین استراتژی اونها در افغانستان نقش داشته باشیم. متاسفانه ما در طول سالها اونها جلو بودن، ما پشت سر بودیم. ما باید در تعیین استراتژی ما جلو باشیم، اونها پشت سر ما باشن، ولیکن ما نتونستیم تا حالا با اونها خط بدیم. در اکثر کشورها وقتی که دولت‌های غربی میرن، وقتی که هر کشوری میره، سیاستمدارهای از اونها به نفع خود استفاده میکنن. ما این کار رو نتونستیم انجام بدیم. یکی از و منافعی که مشترکی که ما هست، باید روی منافع بیشتر تاکید بکنه. و اگر وقتی که میبینیم که اونها بین طالب‌ها و داعش تفاوت قائل میشن، چرا که داعش ممکنه که بالا اونها حمله بکنن یا اونها رو تهدید بکنن، نیروهای اونها رو در اقصانخات جهان اونها اولویت میدن. یک واقعیت اونایی که منتقد امی برخورد هستن میگن که ماهیت طالب داعش یکی است، این گونه برخورد و تقسیم بندی یا کار درستی نیست. ببینین، ماهیت داعش و طالب بر ما یکی هست، برای ما یکی هست، ولی کن برای اونها شاید یکی نباشه. این ما هستیم که باید استراتژی خود رو شکل بدیم که این دشمن مشترک ایجاد شود و ما علیه اونها مبارزه بکنیم. این وظیفه ما هست. سپاسگزارم. آقای علیزاده، خیلی کوتاه اشاره داشته باشید. انتقاد میشه که خب برخورد دوگانه داریم با گروه عباسف کرد. وقتی تهدیدی بسیار کلان و جدی تا 80% طالبان، چرا با طالبان برخورد جدی نمیشه؟ برخوردی که آمریکا با داعش داره با طالبان نداره. این انتقاد شما هم دارین؟ بله، واضح است. هم طالبا به یک شکل، هم آمریکا با طالبا به یک شکل مسامحه برخورد میکنه، هم اولویت دولت افغانستان است که با طالبا خیلی جدی برخورد نشوه، و هم روسا میخواین که از طالبا برخورد ابزاری کنن، در حالی که مشکل اول و درجه یک افغانستان طالبان هست هنوز هم. و تا زمان توجیه آمریکایی‌ها از این برخورد دوگانه و دست کمگیری خطر طالب چی بوده میتونه؟ خب نگاه اونا ایست که طالب ها یک تهدید محلی هست، برای تهدید جهانی نیست. اونا داعش و القاعده و اینا را تهدید جهانی حساب میکنن و اونا بیشتر استراتژی یا نگاهشان ایست که بالای طالبا فشار وارد شود تا اینا به صلح بپیوندند. اما همون فشار هم به شکل که لازم هست وارد نمی کنند، بخصوص به بعد خارجی قضیه جنگ افغانستان فشار لازم وارد نمیشه. از دیدگاه اونا طالبا یک نیروی محلی است، مشکل برای افغانستان است، برای جهان نیست، در حالی که واقعیت این گونه نیست. طالبا یک پوشیش برای القاعده بوده، برای داعش هم هست، برای گروه های تروریستی جهانی که در هر جای شکست میخوره، بعد می از اینجا برنامه‌هایشان سازماندهی میکنن برای زدن آمریکا و اروپا و جاهای دیگر. طالبا چنین سرپوش هست و از لحاظ ایدئولوژی و اعتقادی هم یک جریان نیست که جدا از القاعده باشد. حداقل خب ممکن است یک مقدار از لحاظ فکری خب معتدل تر از داعش باشد، اما در مجموع ایدئولوژی است که میتونه یک سرپوش و باشد برای سازماندهی نیروهای مثل القاعده و گروه های تروریستی دیگه مثل داعش که اینا دنیا و منطقه را به آتش بکشن. سپاسگزارم از آقایان محمد علی علیزاده، عضو مجلس نمایندگان و نسل علم فعال مدنی. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.